قصه های شهر خوبی. قسمت اول، معلم جدید. این شهر منه. این شهر در ایتالیاست. خونه من در جنوب میدونه. آه، اینجاست. این خونه منه. اسم من انریکوه. من از امروز شاگرد کلاس چهارم هستم. در کشور من سال درسی در پاییز شروع میشه. من لباس جدید، یک کلاه جدید و کفشای جدید دارم و احساس خوشحالی زیادی میکنم. انریکو، متاسفم که منتظرت گذاشتم. پدر، من دارم میرم مدرسه. آه، خیلی خوب، برو. ولی باید ببینیم امسال میتونی جزو 10 نفر اول کلاس بشی یا نه. تو باید سخت کار کنی. بذارینش به عهده خودم. انریکو، میدونم تو جدی میگی، چون میتونی این کارو بکنی و موفق میشی پسر. البته که میتونم. را بیفت بریم، دیرمون میشه. از خونه تا مدرسه 15 دقیقه راهی. من باید این راهو هر روز تا آخر بهار آینده که سال تحصیلی تموم میشه پیاده برم. آها، اون مدرسه‌ای که میبینین مدرسه که منه. ولی من گاهی وقتا دلم نمیخواد برم مدرسه. آه نه، چی دارم میگم؟ اصلا اینطور نیست. من خیلی هم مدرسه رو دوست دارم. چیزی گفتی؟ نه، چیزی نمیگفتم مادر. بچه ها زود باشین، الان زنگ مدرسه زده میشه، عجله کنین. انریکو، چیزی رو فراموش کردی؟ مادر، چرا از دیشب تا حالا چندی بار این سوال از من کردی؟ خب، برای اینکه تو خیلی فراموش کاری. صبح خیر. سلام خاله معلم. خوشحالم که شما رو میبینم. میخواستم برای اینکه پارسال به انریکو کمک کردین از شما تشکر کنم. اون گاهی اوقات خیلی شیطونی میکنه، ولی بچه خوب و باهوشیه. اما امسال من سر کلاسشون نمیرم. من معلم جدید نمیخوام، شما باید بیاین. همیشه که من نباید باشم. شما امسال یه معلم مرد دارید. انریکو، سعی کن که خوب درس بخونی. خب؟ چشم. کلاس درس کلاسای اول تا سوم تو طبقه اوله. طبقه دوم مال کلاسای چهارم به بالاست و من باید چند تا پله هم بالا برم. ولی فعلا تو فکرم که این معلم جدید چه جور آدمیه. من امسال تو کلاس 4A هستم. از حالا به بعد اینجا کلاس درس منه. در رو با کردم ببینم چند تا از شاگردای پارسال سر کلاسن. یکی، دو تا، سه تا، 5 تا، ظاهرن 6 تا هستن. آه، ماریو سلام. بیا انریکو، جای تو اینجاست، بغل میز منه. جانمی، بهتر از این نمیشه. فکر میکنی معلم جدید چه جور آدمی؟ نمیدونم. خودشه، همینه. این آقا قرار معلم جدید ما باشه. فعلا که نمیتونم چیزی ازش بگم. صبح خیر. این اسم معلم جدید شماست. من و شماها از امروز باید این سال تحصیلی رو با هم دیگه بگذرونیم و باید بهتون بگم که دلیلی نداره به خوبی و خوشی نگذره. من تازه به این شهر اومدم و کسی رو ندارم. تنها زندگی میکنم. بنابراین همه شما میتونین جزء خانواده من باشین. همه تون پسرای من میشین. پس بیاین همه با هم درسامونو خوب بخونیم. فکر نمیکنم از معلم جدیدمون خوشم بیاد. اون شب درباره یه معلم جدید با پدر و مادرم صحبت کردم. ولی پدرم گفت غلطه در مورد کسی که فقط یه روز دیدیش اینجوری صحبت کنه. احتمال داره که اون معلم بسیار جالبی باشه. و باید بگم که همینطورم شد. چون هرچی پدرم گفته بود به زودی درست از آب در اومد. ماریو دوست منه و یکم با من فرق داره، چون درس خونه. وقتی کلاس سوم بودیم و اون شاگرد اول شد، خودشو واسه هیچ کس نگرفت. برای همین من از اون خیلی خوشم میاد. اوه، امروز چقدر هوا خرابه، خیلی باد میاد. آه،
کلم رفت، باز کلمو برد، کلمو باز برد، کلم، کلم داره میره. گاری ما باز روبرتو، حال تو خوبه؟ روبرتو جولیو، پسرم مادر، مادر، اون پسر نجاتم داد. آره دیدم چه شهامتی به خرج داد. ازت متشکرم، خیلی ازت متشکرم. خیلی ازت متشکرم. متشکرم روبرتو، عالی بود، خیلی شجاعانه بود. روبرتو، تو واقعا یه پسر شجاع و بی‌نظیری. معلم، من به شاگردی مثل تو افتخار میکنم. خودم میبرمت بیمارستان که پانسمانت کنم. آقا معلم واقعا چه معلمی ماهی. من نظرم رو عوض کردم. ازت متشکرم، خیلی متشکرم. با این حال این تنها چیزی نبود که باعث شد من نظرم رو در مورد آقا معلم عوض کنم. بله واسه یه نگاهی بکن. آخه اینم سر وضعه که تو داری. پاکو، اینجا فقط تو یه نفری همچی کنه پاره وصل پینه داری تنت کردی. پاکو فقیر و بی چیزه، لباس دیگه ای نداره که بپوشه. مگه نه پاکو؟ اگه داری بگو. بگو دیگه. شما دو تا خیلی بدجنسی. نگاه کن آخه. این دیگه چه جور کوکیه؟ بیا 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 نگاه کن جلش جلش ببینی. مادر پاکا حتی نمیدونه که چطوری از یه سوزن استفاده کنه. بس کنین دیگه. به خاطر حرفایی که الان به پاکا گفتیم باید ازش معذرت بخواین. هیچ رفتی به تو نداره گارانه، نمیخواد جنس بگیری تا ثابت کنی که پسر خیلی خوبی هستی. باید معذرت بخواین. میگه از تو معذرت بخواین. آقا رو بس. چی کار کنی؟ میخوای دعوا را بندازی؟ آره آدم واصلی مثل تو شجاعتشو نداره. آره راست میگه. وای افتضاح شد. کی این دوا تو انداخت؟ این کار کی بود؟ من بودم. من انداختم آقا. فکر نمی کنم کار تو باشه. چرا؟ من بودم. گرانه، من چند ساله که معلمم، من میتونم بفهمم که تو داری دروغ میگی یا حقیقت. تو بودی پاکو، درست نمیگم؟ بهتر خودت راستشو بگی. نترس، تنبیهت نمی کنم. بلندشو بیا اینجا. درسته، من بودم. معذرت میخوام چون اونا داشتم وصله های لباس منو مسخره میکردن. منم عصبانی شدم. دوتایی که پکو رو عصبانی کردن بیستن. گفتم فوراً بیستن. یالا بلنشین. شماها برای چی باید همکلاسیتون رو مسخره و ناراحتش بکنین؟ درسته که فقیره، ولی درسش و اخلاقش بهتر از شماست. خجالت نمیکشین، لباسش رو به روخش میکشین. مگه انسانیت به لباسه؟ پسرای بد. گرونه، تو پسر خوبی هستی. نویس، واتنی، دیگه نباید ببینم سر به سر کسی بذارین. کار درستی نیست. خوب فهمیدین؟ بله، فهمیدین. بسیار خوب، من شما رو میبخشم. میتونین بنشینین. خب حالا درس رو شروع میکنم. شما بچه ها میتونین بنشینید. وقتی که خودم رو با گارونه شجاع مقایسه میکنم بدجوری احساس شرم میکنم. فکر میکنم آقا معلم به ما یاد داده که شجاعت واقعی یعنی چی. من فکر میکردم از معلم جدیدمون خوشمون نیاد و از این بابت ناراحت بودم، ولی حالا نظرم رو به کلی عوض کردم. آقا معلم واقعا قابل احترامه و من احساس میکنم که با بودن در کلاس اون خیلی خوشحالم. جانمی
ساکت باشید، برو بیرون انریکو. چشم آقا.